بعد من رفتم پیش کشیش کلیسا، ازش خواهش کردم که یک کتاب مقدس برای در زبان خود ما، که واقعا دیگه زبان ها رو مبلد نیستیم، زبان خود ما اگر میشه، و اینا خوشبختانه در زبان خود ما یک کتاب مقدس داد. و رفتم تا در این مطالعه کردیم، خواندیم، و واقعا چیزای نوشته بود برای من، چیزای جالبی نوشته بود که بخشنده و بخشش و فرمثال راه های نیکی و راه های پرسش و راه های همه چیز برای ما نشان میداد. تا برگشتم و رفتم پیش کشیر کلیسا، ازش خواهش کردم که در حق من دعا بکنه که تا من از این غم و غصه از همه چیز نجات پیدا کنم. و خوشبختانه این دعاهای اینا برای من اثر گذاشته، و من الان خدا را شکر که من اون موقعی که فرمثال من اگر باید در همه زندگی من فکر میکردم که من چطوری انتقام پدرم بگیرم و با اونا باید چه کار بکنم، اما خوشبختانه اونو برای من یاد داد که ببخش تا بخشیده شوی. و الانم خدا را شکر من اونا رو بخشیدم، اما خدا را شکر که منم الان نجات پیدا کردم از اون از همه چیزی، سیگار و الکل و از نگاه حشیش و همه چیز را ترک کردم، آمدم در راه راست و در راه روشنایی. خدا را شکرش. اصلا با هم زندگی این دوستمون رو دیدیم، و من میدونم که خیلی از مردم هستن که وقتی که تو مشکلات میافتن، مثل همین دوستمون، خودشون رو به مشروبات الکلی و یا سیگار، مواد مخدر و یا به اصطلاح خوشگذرونی هایی رو میخوان توی زندگیشون بیارن که اون دردها و مشکلات خودشون رو فراموش کنن. ولی روز به روز نه تنها اون مشکلاتشون حل نمیشه، مشکلات بیشتری توی زندگی مردم میاد، و واقعا اون همه در واقع انتقام و اون حس کینه‌ای که توی وجود این دوستمون بود شاید تو زندگی خیلی از ماها باشه، به خاطر اتفاقاتی که توی زندگی ما میفته، و واقعا بدون قدرت خدا، بدون اون توانایی که خداوند به ما عطا میکنه، امکان نداره که مردم بتونن از این مشکلاتشون آزاد بشن. بله، در واقع کسی که انتقام جوه و کینه‌ای هستش، اون ریشه‌اش، اون منبع اینا در واقع نبخشیدنه. اون شخصه که نمیخواد اون اشخاصی که بهش بدی کردن رو ببخشه، و همش مدام فکرش اینه که چطور انتقام بگیره، و این کینه روز به روز در اون بیشتر و بیشتر میشه. و تنها راهی که من فکر میکنم، و البته کلام خداوندم میگه، اینه که فقط با قوت خداونده که ما میتونیم ببخشیم. همینطور که تو زندگی دوستمون در واقع اتفاق افتاد، خودش بله. محبت خدا رو چشید. بله. و بعد تونست از همین قوت و از همین توانایی که در واقع دریافت کرد بتونه بله. ببخشه. من آیاتی رو از اول قرنتیان میخوام برای شما بخونم در مورد محبت، اهمیت طریق محبت چی هستش، چون تمام این مسائل برمیگرده به محبت. بخشش، تا محبت نباشه هیچ بخشش صورت نمیگیره. اون انتقام جویی، اگه بخواد آدم چشم پوشی بکنه از اون انتقام جویی، غیر از بخشش و غیر از محبت در واقع صورت نمیگیره. آیه 4 به بعد رو من براتون میخونم. محبت بردبار و مهربان است. محبت حسد نمی برد، محبت فخر نمی فروشد و کبر و غرور ندارد. رفتار شایسته ندارد و نفع خود را نمی جوید. چون می دونیم که همونطور که برادرمون این محبت رو در درون خودش نداشت، پس به خاطر این رو آورده بود به روابط نامشروع و به مسائل دیگه ای که اون رو در واقع شایسته نبود، و چون محبت خداوند رو در درون خودش نداشت، نمیتونست اون محبت رو به دیگرانم ببخشه. درست. با آسانی خشمگین نمیشود و کینه به دل نمیگیرد. محبت از بدی مسرور نمیشود، اما با حقیقت شادی میکند. محبت با همه چیز مدارا میکند، همواره ایمان دارد، همیشه امیدوار است و در همه حال پایداری میکند. و چند تا آیه که دوباره در مورد محبت، تا آیه 13 که من خیلی دوست دارم، میگه و حال این 3 باقی میماند: ایمان، امید و محبت، اما بزرگترینشان محبت هست. آمین. و
بله عزیزان، واقعا همینطوره. بدون محبت خدا نمیشه در واقع اون بخشش واقعی توی زندگی ما ایجاد بشه و انسان حتی توانایی اینو نداره که بخواد کارهای خوبی انجام بده. ما الان با دیگر دوستان مصاحبه‌ای داریم که به اونها گوش میکنیم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود. در ادامه برنامه با ما باشید. معمولا این افراد درونشون بخشش نیست. فکر میکنم بیشتر ترسو هستن و این ترس باعث انتقام هستش، چون نمیتونن خودشون رو آزاد کنن، رها کنن. خشمگین هستن، کینه‌جو هستن، همیشه میخوان دوست ندارن دیگران رو ببخشن، همیشه میخوان کاری کنن که جواب اون ظلمی که بهشون شده یا هر کاری جبرانش کنن. من فکر میکنم این افراد پر از کینه و نفرت هستن و نمیتونن ببخشن. بخشیدن خیلی براشون سخته. به خاطر همین هستش که مدام در حال این هستن که یک جوری انتقام بگیرن. معمولا این افراد همیشه خشمگیرن، ناراحتن. تمام مدت تو فکرشون اینه که یک جوری از طرف مقابل یا از اون شرایطی که برشون به وجود اومده انتقام بگیرن و دنبال فکرشون، جهتشون توی این مسیر سوق پیدا کرده. این بستگی داره تو جوانی تو چه خانواده بزرگ شده باشن، اون خیلی اثر داره روشون. میتونه توی جامعه بهش فشار اومده باشه، باعث این تنفر شده باشه. مطمئنن کینه توز هستن، افراد عصبی هستن، افرادی هستن که منتظر فرصتن تا یه انتقامی بگیرن. اول به حرفاشون گوش بدیم و بعد اینو درک کنن که خدا انتقام گیرنده هست. وقتی با کلام خدا آشنا بشن و با بخشش خداوند آشنا بشن، این بخشش در اون زندگیشون تاثیر میذاره. بهشون کمک کرد که خودشون رو باور بکنن، اینکه ارزش دارن به خصوص نزد خداوند. من فکر میکنم باید به اینا یاد بدیم که دیگرانو ببخشن و خودشونو ببخشن. پیغام انجیل رو بهشون بدیم و این خبر خوش رو بهشون بدیم که دیگه خداوند به ما میگه که ببخشید و از این اسارتاتون آزاد بشید و ایمان بیارید به عیسی مسیح. من فکر میکنم این بزرگترین کمک باشه به این افراد. همونطور که مسیح ما رو محبت کرد، ما به این افراد محبت کنیم. باید بهشون خوبی کنیم، بهشون محبت کنیم و بگیم که انتقام کار زشتیه و درست نیست انتقام گرفتن. مطمئنا در وهله اول حل اون مشکل لازمه به نظر من، و بعد به هر حال یکی از خصوصیت دیگهشون این افراد اینه که اصلا دوست ندارن کسی رو ببخشن. در نتیجه این مسئله بخشش به نظر من باید باشون مطرح بشه و یاد بگیرن که چطور ببخشن. اینا رو میشه مشاوره داد، با اینا بود، اینا رو هدایت کرد و ببینیم در چه زمینه اینا نیاز به کمک دارن و دلیل اصلی چی بوده که اینا به این راه کشیده شدن. انتقام گرفتن از آن ما نیست و انتقام از آن خداست و بخشش برای ما هستش. کتاب مقدس میگه که ببخشید. دیدگاه کتاب مقدس من فکر میکنم که بخشیدن هستش و خیلی توصیه میکنه به بخشیدن. حتی شاگردان نزد مسیح میان میگن که ما چقدر میتونیم ببخشیم. یک مثالی رو مسیح استفاده میکنه که یعنی بی نهایت، یعنی همیشه در هر شرایطی میتونید شما ببخشید. من کار خودم رو با مسیح تموم کردم، پس همونطور که من شماها رو بخشیدم، شما هم باید دیگرانو ببخشید. مطمئنن کتاب مقدس ما رو در یه مقامی نمیذاره که انتقام بگیریم، چون واقعا خدا هستش که انتقام رو باید بگیره و تنها کاری که ما باید بکنیم اینه که شخص خاطی رو واقعا بسپاریم به خدا. در مسیحیت مسیح میگه ببخشید، یعنی محبت. این خداوند هست که انتقام میگیره.